پدر اونا را بیاموزه که این لیرا را اختراع کردن، اگر نه من به چه دل خوشی داشتم. ۱۳۵۲ حضور ۱۳۲۳۵ تومن میشه ۲۳۱ تومن و ۱۲ شاهی ۱۱۰۰۰ بابت مخارج یه هفته احمد. این پسر زرل شده منم، ای واس من قش تراش میکنه، انگار من گنج قارون دارم. آقا دهت من پول خود داری؟ بده من فردا بگیر بابا. زکی؟ زکی و زق نبود؟ حضور سفته آجی علاقا ۴۲۵ تومن، یک قرونم شایرد و نگیش برمیگرده. آجی آقا، آجی آقا، یک قرون بده. اینم یک قرون. خدا عوضت بده آجی آقا. تو اینجا چیکار میکنی؟ برو بیرون مرد که دو اینگار اینجا طبیله هست. برو بیرون. سلام علیکم آج آقا. اینه بندازش بیرون. برو بیرون بابا، دلی خوشی داری؟ بگه نمبینی آج آقا برای سنار انج میندازه. اینم تو اینجوری که آج آقا آمده یک درون پول میخوام. اینم دوزار. برو بیرون، برو بیرون آج آقا. این ۴۵۰۰ تومن رو بستون، اجاره خونه هاست. آفرین، باری کرده، پشیر اومده اید. فقط اون زنی که برای اینکه به چشم مریض بود، گفت هفته دیگه. چی؟ تا هفته دیگه ۴۰۰۰ نزول ازش میشه؟ به من چه که ناخوشه؟ یالا برو از باباش بیره تو کوچه؟ آج آقا، ما بیمیریم دوری ما رو خیت بکش. به همین زودی جا زدی؟ حالا میبینی چطور خودم اتاق خالی میکنم. ببینی ما تعریف کنی. بگیر اون پولا رو بشمر. ببین چه در میزنه. کیه؟ کیه؟ وای مهلت نمیده من بیام در باز کنم. خب یه دقیقه صبر کن. آنو ما دیگه دست این حاج آقا زله شد. گفته اون آجره رو از کنار حیات بدین ببرم واسه ساختمون. اگه تو تازه زنده شدی، من ۲۰ سال زنده شدم. اونها بیا برده برو. نه آیا می
حمید خان سلام علیکم. سلام ابراهیم. آقای حمید خان ایشالله که همین روزا بله دیگه. معلوم نیست. خب میشه. آخرش درست میشه. توپ به گوری پدرت بیاد اناری. اناری پنجره ما چپونده. چه هوای خوبیه. چیه؟ باز که داری میخندی. خانوم شما هم باز مواظب باشید. حاجی نفهمید این دوتا به هم علاقه دارن. چی کار کنم؟ غریبه که نیستن. پسر کالشه. از بچگی با هم بزرگ شدن. انشالله به پای هم پیش. انشالله. منم همین آرزو دارم. باش. آب حوز بود. خدا به سلامت. بشه نگاه کن حمید خان فرمی خانم خدا به شما. به سلامت. آخر ندیده میری درست داره ببند. از این عکس خوشت میاد؟ خیلی خیلی زیباست. یاد روزای بچگی بخیر. چقدر خوش بودیم. هیچ کس نمیگفت که با هم بازی نکنیم و به خونه همدیگه نریم. تو این موقع 4 ساله بودی. من حتی این لباس توری که تنته به خوبی یادم. یادت پیکنیک رفته بودی؟ آره خیلی خوب یادم. این عکس من خودم از تو برداشتم. هیچ وقت اون روزو فراموش.
که اون باز شیرنی عروسی ها خورد دهمار بخوره کدوم عروسی؟ عروسی فرمی خانم دیگه ماشالله خب تو مادی به تورت خورده وقتی رفتم خونه آجارا رو بیارم دیدم اون بالا نشستن گل میدند و گل میشنم همه دو میگی؟ آره به نظرم عقل کمه اگه من دخترم مفتگی به این جوانهای آسیپاس میدم آره دلاله یک مرد پولدار براش پیدا کرده پولدار جاها اگه از من میشنویی از این دلاله بترس خیلی حق بازه سایه وقت کار دستت میده باز تو فضولی کردی؟ جوش نزن آج آقا جوش نزن میدونی چی تو میشه؟ چطور میشه؟ قلوه میسکوله جیگره دارم برو داداشی خدا روزی ته جای دیگه اول کنه ما تا آغاز میخوابیم که گشنمون نشه چه دل خوشی داره این دیگه شانس ما رو برو ای حاج آقا آجرا رو برداشته برمالی دنبال دیگر آجرا رو برد خود خرابات که برد نشه بردار از طرف دیگر خود خرابات کرده بابا بیا بریم اقلا نظر خودتش رو پولا رو کنترل کنیم داره از دست میره من که پول ندارم دوا بخرم یعنی که خجالت نمیکشی شش ماهی کرایه منو نمیدی بچه هم مریده به جهنم که مریده یعنی جون بچه تو از پول من از دره یعنی از بابش بیر بیرون ماتلش نکن حاج آقا به این بچه های یتیم رحم کن امکان که رضا خالی رو اصلا نداشته برن لا دست باباشون ابرام چرا خشکت زده؟ مگه کری؟ برید برون خدایی تو برم نکنین کار این رسمی انسونیت نیست هر مورچه حق زندگی داره اینا که انسونن از آه یتیما بترس این پولا خوشبختی نمیاره این ظلما هیچ وقت پایدار نمیمونه آه از کار بده بس من اخلالگر شدیم بسیار خوب بریم حجره تا بگرگم پول منو نمیدی منو میگن حق جبار فهمیدی؟ پدر همه تونو در میدم یلا گریه پایده نداره گریه پایده نداره پول بدی یلا پول بدی منو میگن حق جبار برو بیرون دختر برو بیرون یلا من پول منو میخوری یلا اگه یه دفعه دیگه این پسر زلفردگی پاشه بذاری اینجا پدر همه تونه میسوزونم انگار میشه دختره را مفتگی به هر بی سر و پای دا پروین برو آب بیار تشنمه بهتر از حمید کیو برای پروین پیدا میکنه جوون که هست تحصیل کردم که هست وصله تنمونم که هست اوه حالا اینم واسه من دور برداشته من تحصیل میخوام چی کار بابام چی میگه هزار تا از این تحصیل کرده تو این شهر با یه خروار لیسانس دیپلم از بیکاری شب گشنه میخوابن حواست کجاست من فکراشو کردم برای پروین شوهری بهتر از حاج ایدر پیدا نمیشه چی میگی من؟ اون که 60 سالم بیشتر داره باشه عوض چرا پولاشه نمیگی پولاشو پول میخوام چیکار من هرگز حاضر نیستم با اون پیر کفدار زندگی کنم خفه شو دختر خیر سر پرت و پلا نگو این به تو مربوط فهمیدی نمیشه تا به حال هرچی گفتید کورکورانه انجام دادم ولی دیگه حاضر نیستم از اوامر شما که باعث بدبختی منه اطاعت کنم گفتم خفه میشی یا نه؟ خفه نمیشم اگه دلتون پول میخواد برید از راه دیگه پیدا کنید من مال و تجار نیستم که بخواید رو من خرید و فروش کنید زمانی که مردها حقوق زنها رو پایمال میکردن گذشت پروین امروز دوره آزادی زناست خفه میشی یا نه؟ دختر
شده باره کنار. باره کنار. بلم کن. بلم کن. پدر تو در میارم. باره کنار. هیجده سالی که برای تو پول خرج کردم. هیجده سالی که داری نون منو میخوری. من آدمی نیستم که بی جهت پولهای خودم پول نمیدادم. تو واسه من مانند بانک بودی که یک شی پول گذاشتم. امروز میخوام چک بکشم با نزول هیجده سالش پس بگیرم. فهمیدی دختر این نفهم. حالا گریه کن. حالا واسه من شعار بده. نرسم بلند شو. گریه نکن پروین جان. تو خاطر جمع باش. من نمیذارم این کار صورت بگیره. حوصله کن. خدا بزرگ مادر جان. خسته نباشی.
آخر کجایی؟ شب که نمیای خونه، روزم که پیدات نیست. آخه بچه جون، چرا داری خودتو بدبخت میکنی؟ از بابام بپرس. منو از تحصیل واداش که برم حجره پیش خودش، بعد سر پول دادن زیزم. حالا هم به قول شما حالا تو قمارباز شدیم. از ما که گذشت. اما اون داداش بدبختمو بگو که فردا از من بدتر میشه. چطور مگه؟ خدا نکنه. آخه الان تو خیابون دیدمش، از من بی سر و پا پول میخواست بره کتاب بخره. ما هم گفتیم بره اگه میتونه بابای بزرگوارمونو تیغ بزن. مردشون بابای بزرگوارتو ببره. میفرمودید همون طوری که عرض کردم، گرچه ایشون از لحاظ سن با دختر شما کمی فرق دارن، اما مرد پولدار و ثروتمندیه. میدونید که سن و سال در ازدواج شرط نیست. مرد باز پول داشته باشه. البته پول. سن و سال چیه؟ او داشته باش پادشاهی کن. آجی ایده 30,000 تومن مهر دختر رو نقد بهت میده، یه خونه شیشتونگم میندازه پشت قباله. عرض کنم اینطور که معلومه معاملمون نمیشه. چرا آجا؟ برای اینکه صرف که نمی کنه هیچ چیز ضرر هم می کنه. اخبیاره مال آجا آقا. مال بیمایی که ضرر نداره آجا آقا. اختیار داری چی داره میگی؟ من به اندازه موهای سرشون پول خرج دخترم کردم. ماما جنگین یا حلوات بدم. ابرام، ابرام بیا بیرون، بیا بیرون. کارت دارم، بیا. اومده سلام احمد آقا. سلام. کجا بوده؟ اینا کی هم؟ خلاصش آقات میخواد آقاجی رو بفروشه. اما جونی تو، تو ابراهام زنده‌ست، نمیذارد این کار عملی بشه. اشنود خدمت دونست. حاجی جون سخت نگی، حاجی در دوماد خوبیه، اونیه که دلت میخواد. یه تخفیفی باز بهش بدی. این بمیره خریدش بیشتر از این ها. اجازه بدین؟ خیلی سخت گرفته، چی کارش کنم؟ دیگه خودت میدونی این دختر منه دیوانه کردی، دیوانه فهمیدی؟ برم بالا. گوپالم بیری، گوپالت بیرم بازش کن. خافر جمع باش، خافر جمع باش. حاج آقا وکیلم. والا چرز کنم وکیلم. خب وکیلی، دستتو بده. بگو. نه دستتو بده. من خودم او به تو سپردم. من که 5 تومنم روش که بشه 25 تومن. دیگه حرفشو نزنی. نمیشه، من اهل چونه نیستم، اما خدا شاهده جون هر دوتون 25 تومن مایه کاریشه. 2,000 تومنم تخفیف که راضی بشه. آخرش 28,000 تومن. باش، من فردا پولار میارم، اما یه خورده گیران نداره. گرون نشد. امروز جنس هرچی بیشتر تو انبار بمونه ترقی میکنه. وز دلار که میدونی چیه. آجی جون خدا خیر بده. دیگه صحبتش نکنیم بهتره. بله بله. دارت میاد. مبارکه ان شاء الله.
همین نره قوله تو بیمیری یک پدری ازش دررم که تو جغرافی بنویسم. از ریختش معلومه چه مرد پس فطرتیه، اما هرچی باشه پدرم بیشتر تقصیر داره. خب حاج آقا با ما که فرمایشی ندارین. عرضی ندارم، خدمت میرسم. مرحم از زیاد. مرحم از زیاد. علاقه چشونیم گرد بر پدر این پنج و سه لعنت. سه دفعه پستر هم پنج و سه. شکل ماهت برم یه جبچه آفه آقر خان. چیه؟ کار لازمه با آقر خان، امشب یه کافه صدا نبی اونجا بهت میگه. چشی خیلی خوب میام. چه خوب شد تقریبش کرد. امشب ماست برم لباسم عوض کنم برم کافه ببینم این بد جنسی چه نقشه کشیده است. من این یکی هم بخورم. به سلامتی. به سلامتی. آخه چقدر قصه میخوری؟ مگه کشتیات غرق شده؟ کاش کشتیام غرق شده بود. دیگه دارم از دست بابام دق میکنم. اون باید این همه پول داشته باشه و من باید اینقدر راس و پاس باشم. راستی داداشت میگو پدرت پولاش زیر خاک قایم کنه. آره تو انباری که زیر اتاقشه. چه کاریه؟ چرا به بانگ نمیده؟ ممکنه دوزا بزنن. نمیتونم، مثل افعی رو پولاش خوابیده. زیر زمینم یه در بیشتر نداره، اونم از تو اتاق خواب خودش باز میشه. رو صندوق پولشم یه منبع آب گذاشته که به خیال خودش کسی نفهمه. تو که راشو بلدی چرا خودت نمیری سراغش؟ کاش که من جای تو بودم. آخه کلید صندوق همیشه پیش خودشه، حتی شبا هم میذاره زیر بالشش. عجب. خب سردار گفتی معتاد ماهیگیرم هستی؟ جی ها. پس میتونید از این سبد مار در بیارید؟ مار که شطور هم در میارم این. بلنشو نهی بزن، بلنشو Thank you.
سلامتی. آقا جون، تو سر میزه یه گرمی. من رفتم. فردا یه سری بهت میزنم. کاری که ندارم. قربون تو. قربون تو. حاج جبارم من، نوزور خورم من، لیره دارم من، خیلی خوشحالم من، حاج جبارم من، نوزور خورم من، لیره دارم من، خیلی خوشحالم من، لیره دارم من، حاج جبارم من، نوزور خورم من، خیلی خوشحالم من، لیره دارم من، حاج جبارم من، نوزور خورم من، لیله دارم من، خیلی خوشحالم من. حاج جبارم من، لیله دارم من، خیلی خوشحالم من، نوزور خورم من، خیلی خوشحالم من، نوزور خورم من. خوشحالمن لیره دارم آخیش. راحت شدم. خوب گیرت آوردم. بچه دید من از تو موزی ترم. در وقت بولای من اومده بودی.
حالا میندازم توی مسترا تا بفهم پول حاج جبار خدا چه مزه داره. تو پدر سوخته.
کیم؟ صدات در نیاد دیگه، نه یک جفت چک میزنم تو گوشت که برق از کفشت بپره. تو چی میگی؟ تو چی میگوی؟ من هیچی. من هم هیچی. دیدی حاج آقا نیذاشتی من حرفام بزنم؟ یکی دیگه دزدی میکنه، یه بیگناه دیگه یا میگیرن. اصلا هیچ وقت به ما فرصت حرف زدن نمیدن. ما بدبختا همیشه باید خفه باشیم. ای خدا مردم به دادم بدنه ده نفنده. حاج آقا راست راستی ناخوشی؟ حاج آقا برم برات حکیم بیارم؟ چی؟ حکیم؟ حکیم؟ من حکیم رو میخوام چی کار؟ من که ناخوش نیستم. خدا مردم این چیه دانه؟ من دارم میمیرم. این ایدان رم 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 میجون بونه. نه ترس آج آقا نمیمیری، بادنجونی بم آفت نداره. سلام ربی. این چیه؟ چه خوب شد آمدی حمید جان. پدرم ناخوش شده، افتاده توی و سرما خورده. برو یه دکتر بیار، حالش خیلی بده. بسیار. کار تو به کجا رسید؟ پدرم یک پیرمرد 60-70 ساله‌ای رو برای من پیدا کرد و گفته تو دیگه پاتو توی این خونه نگذار.
اما خاطر جمع باش حمید جون، فقط مرگ میتونه ما دو تا رو از هم دیگه جدا بکنه. برو معطل نکن، برو. همین دکتر همسایه رو بیارم چطوره؟ بیارش، خوبه. چشم. بخور آجا. میخوای یه هفت نواز بندازم که آب جوش بخوری؟ مزن نه، نوار چنده؟ قیمتش نپرس، 2-3 هزار بیشتر نیست. نه، نمیتونم. پس بفرستم قرص نورامون بگیره. آخه چرا اذیتم میکنه؟ پدرم که 95 سال عمر کرد، مگه از این زهر مار ویرامونا میخورد؟ تازه قرص میخوام چیکار؟ مگه من شولم که میخوای قرصم بدی؟ آج آقا، اگه از من میشنوی، بلند شد، 2-3 دور دوری گاب صندوقت بگر، عرق میکنی خوب میشی؟ بد نگفتی، دستمو بگیر. آخ با، نه نمیتونم، نمیتونم. بفرمایید آقای دکتر. عینکمو بده ببینم این کیه. سلام علیکم. سلام علیکم. چتون حاجی آقا؟ هیچیم نیست آقای دکتر، الان بلند میشم. آه. از که اینطور شدین؟ از دیشب تا حالا آقای دکتر. وقت افتادم توست، مثل اینکه قلنجم رفت و سلنجم. زبونتون داریم ببینم. خیلی خوب، برگردیم. اینجاتون درد میکنه؟ اینجا چه؟ دکتر جان، بله. اگه اونجام درد کنه خرجش بیشتر میشه. نه جانم، نه. حالا شما راستشو بگیم ببینم، اینجاتون درد میکنه؟ آره دکتر، درد میکنه. یه سینه پهلوی سختیه، باید فوراً پنیسیلین زد. چه والا دکتر جان، شوخی کردم. اصلا هیچیم نیست، هیچ جام درد نمیکنه. حالم خونه بابا. به هر حال من یک نسخه براتون می‌نویسم. مواظب باشید دواش ارزون باشه. ارزون. باید 3 روز لب به غذا نزنید. نه، خاطر جان باش، 10 روز غذا نمیخورم. ابرام، گوش کردی؟ اینه میگم دکتر فهمیده. بله، فهمیده. چایی هم نباید بخورین، قند فشار خونتون رو بالا میبره. شنافته رو بابه، بعد از این چایی را بیغند بخورید، بیغند. دکتر، خدا پیرت کنه، کاش همه دکترها مثل شما بودن. حالا یه نسخه مینویسم؟ نه نه نه، بگذار اینایی که گفتی عمل کنم بعد. میل شماست. ممنونم آقای دکتر. حاج آقا، ویزیتشو بده، میخواد بره. احمق، مگه نشناخته با بچه هم تکن نخورم؟ برو راشه بنداز، گورش گم کنه، خودت هم پشت سرش برو، چیزی میزه بلند نکنه. خب دیگه با من فرمایشی نیست؟ اسباب خجالت است آقای دکتر، این حج آقا فرمایش ندارن. فرمایش ندارم آقای دکتر، به سلامه. سلام آقای دکتر، حال بابام چطوره؟ خیلی متاسفم، امیدی نیست. تو چرا اومدی؟ برو بیرون، همه تون برید بیرون. میخوام بخوابم. چرا مثل لاش خورا دور منو گرفتید؟ من که هنوز نمردم. برید بیرون. بریم حج آقا. برم دوباره خواب دیگه. ما رفتیم حج آقا، اما اینقدر جوش نزن قلبت میسوزه.
چی هستی؟ من اسرائیلم، فهمیدی؟ اسرائیل، یال مطلقان اسرائیل، مگه دکتر نگفت کسی توی اون اتاق نیاد؟ من مریضم. میدونم مریضی، منم برای درمون تو آمدم، زود باش بده من، هزار جا کار دارم. برو کارت انجام بده برگرد تا من لباسمو بپوشم. لباس نمیخواد، یالا جونت بده من. بذار ببینم آخه جمع میخری. بیچاره هنوز هم به فکر مال دنیاست. زود باش بده، گفتم زود باش جونت بده. آخه داداش مالیات هم این طور فضول نمی کنن. چه خبرته؟ بشین براتون بگم چای بیارن. وقت ندارم، الان یه بچه داره میفته تو، یه ماشین تو راه کرت میخواد چپه بشه، یه بدبختی هم خودشو داره به دار میزنه. به همه باید برسم. پس اقل من فردا شب بیا طلب هامو وصول کرده باشم. چیه بابا؟ چرا گریه میکنی؟ بزن امان از دست این مادر تو حوا، همش منو ناراحت میکنه، شب و روز اذیتم میکنه. آه پس شما بابا آدم و ننه حوا هستید. آره، بعد از 2,500,000 سال تازه از من بهونه میگیره و کرست نایلون میده. سابقا یه برگ چنار جلوش میبست و خیالمون راحت بود. پس معلوم میشه ننه حوا هم به دختراش رفته، اونا هم در اون دنیا از شوهراشون از همین چیزا میخواد. خب دیگه چاره چیه؟ باید براش تهیه کنیم. ننه حوا کرست نایلون میخواد. آره کرست نایلون میخواد. به یادی اسفان و مرز و بوش مناری جام جام زاینده روده رو تپه هر قلوم بی دست داشه برام بام جانم ز دست روزگار و مردونش محبوب من. این کیه؟ ادرام تویی؟ آره ما خودمونی. اینجا چی کار میکنی؟ برای قلاغا غزل میخونم. پس در دکان کیه؟ بی خیالش باش، بچه مچا اونجا هستم. خب اینجا کجاست؟ نمیدونی؟ بذار بیام پایین برات بگم. عرض میشه که اینجا برزخه،
برزخه؟ بله. عجب این ازرائی چی کلک واسم جور کرد؟ و چرا اونجا تمرکیده بودی؟ بیا بریم به جا را نگیرن. بهش؟ آره تو بمیری. با این کارا خوبت که کرده یه خونه شیش طبقه تو بهش برات خالی کردن. اینا چی هسته؟ اینا صفتهای اوناست که مردن حصول نکردم. او مردم اینجا پولاش بگیرم. پوته اینا گرفتی؟ گرفتی؟ گرفتم. برو بریم، برو بریم. بیا اونجا رو نگاه کن. بیا بلند شو. عجب جای اومدیم ابراهیم، من میترسم. نه ترس حاج آقا، اونجا رو تماشا کن، پلی سراتی اونم که پشتر اجدهاست در بهش. واه واه چقدر بالا ساخته شده. این رودخونه چیه که گل گل داره میجوشه ابراهیم؟ حاج آقا یه رودخونه پلی سراته، گناهکارا میفتن این تو قلیا غربه میشن. من که گناهی نکردم، رد میشم. تو گناه نکردی؟ نه آخه. خیلی، بیا بیا بیا. بالا بیفتیم چندی که میشه؟ آخه چرا بیفتی؟ تو چه گناه نکرده ها جاقا؟ بیا بریم. ها جاقا وقتی رسیدیم تو بهشت بوری سیگه میکنی یا قلمون؟ برو بابا من دارم از سر دق میکنم، تو ای واس من قلمون قلمون در میاری. رسیدیم رتم ترلا ترلا Da-ra-l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 a-
نمیاد. شما به چه اصفهان نیستی؟ گفتم برگردی. چی میخواد ابراهام؟ ماموری بهشته. آدمی سوی سابقه میخواد. ما چه نداریم؟ بیا برگردیم. حساب بگیر نمیشه. صبر کن ببینم. آهای فرشته خانم، دو نفریم، دو چوب. چی؟ چی گفتی؟ یک کمه سه چوب. ما چه نرخی بهشته بلد نیستیم. احمقیه، تو من بس بشی سه چوب سه چوب. یه لنگه. خیال کردید اینجا دنیای خودتونه که میخواد رشوه بدید؟ برید مفشید ای ارباق ناپا. آج آقا چیز میدید که پاره نشو؟ شق نبود بیایا همه تقصیر تو. به من چه؟ تو خودت میخواستی بری تو بهش آکله. راست میگی، بریم ببینیم میتونه مزرعه دیگه قاچاق بریم به بهش. بیا برو بریم. چی حاج آقا؟ حاج آقا قاره قاره؟ بیا بریم توی خود بخوابیم، خسته شدم. بدم نگفتی، یه چورت هم من بزنم. بیا بیا دلاشو سرت به تاق نخوری. ابراهیم بوی کباب میاد. اون کبابه؟ فعلا بو بکش تا بعد بریم بخوریم. بلند شد زودباز، دو نفر قاچاقی رفتن تو. راست میگی؟ الان خبر میدم. الو الو، شیطان نگهبان، شیطان نگهبان، من کشی که در جهنم هستم. همین الان دو نفر آدمیزاد قاچاقی وارد شدن. پس شما چه کار میکردید؟ آوران در به جهنم بسته شود.
بچه پشی. الان از اون دنیا یک صفحه قاچاقی هم را خودم آوردم. چه صفحه؟ رک اند رول. رک اند رول. خیلی خوب بابا، من که دارم میرم چرا هلم میده؟ به به، چه جلال و جبروتی، حالا همچی قصری ندیده بودم. ابرام، ببین چه ستونهایی داره. به نظر تو این ساختمون واسه خدا چند تمام شده؟ ده حرف بزنده کم قال بکن، بیا بریم بالا. ابرام، من می‌ترسم ابرام.
حاج آقا تو که کاری نکردی، بیا بری. جلو سلام علیکم. سلام علیکم. دفتر حساب و کتاب اونا رو باز کنید تا گناهشون رو با ترازوی عدالت بسنجید. اول بگویم این ترازوی شما پارسن که برنیم داری؟ نه، مطمئن باشی. راستی، چرا چشمای این فرشته وازه؟ تو ملک ما یه فرشته هست دری چششو بستن، هیچ چیو نمیبینه. هی، گر رو گر افته به دوزداره میگیره، میندازه تو زندونو عوضش دوزدهای کت و کلوفت و تبرهه میکنه. آکر! خیلی خوب گفتم مطمئن باشید. اینجا عدل و مساوات برای همه کس برقرار است. حساب جبار حاضر است. چه حسابی؟ من که به کسی بدهی ندارم که. جبار فرزند غفار شهرت طرار حجش در بازار عاشق لیجه و دولار. ای زهر مار چه خبرته؟ مگه شطور میخوابونی؟ حرفته بزن. این همان مرد خسیسیست که 20 سال پول نزول خورد. نه بابا، این بدبخت پول نداشت که نزول بده. هرچی هم داشت به فقیر فقرا کمک میکرد. راست میگه، این خود شاهد بود. بله بله؟ بله. ساکر! ما همه چیزو خوب میدونیم. سزای آدم نزول خور اینه، ببین؟ صدها زن و بچه مستجرشو در میان برف و سرما از خانه آواره کرده. ابراهیم همچی چیزی بود؟ ابدا. اتفاقا هر جا آواره میدید میبرد یکی خونه براشون میساخت. آرام، همه چیز برای ما روشنه. مجازات موجر ظالم مثل تو اینه، ببین؟ خاکسترا نشوندین؟ این آه همون پیر زناست که اینها رو گرفته. همینطور است که میفرمایید قربان. حاج آقا نگفتم مستاجر بدبخت رو بیرونش نکن؟ ادامه بدهید. ارث یک بچه صغیر رو خورده. اهه چی تو شو؟ یکی ما دیگه خبر نشت. ببین جبار، Thank you.
مرد زیاد است. حتی از پولهای خودش برای تحصیل فرزندش خودداری کرده. گناه بزرگی، بدبخت. هیچ میدونی اون همه پولای رو که با دست خودت جمع کردی اولادت داره همه رو به باد فنا میده؟ برو ببین، برو، برو ببین، برو. برای تو موندنی نبود؟ بهت نگفتم بذار به چادرم درس بخونم؟ از همه بدتر، دخترشو به مال دنیا فروخته و بدبخت کرده. جبار، این گناه بزرگ تو دیگر غیر قابل بخشش است. صحیح است. ببین، آبروی خودت را با پول فروختی. ببین روزگار دخترت چطور سیاه شده؟
مستم کن، مستم کن تو. میده یک بار دیگر از دلم غم بدار، جان ما جان تو، جان به قربان تو، می بینوشم بار. من دارم بر دنیا چون هر شب این شب مستم کن، مستم کن. واسطه صداقت و قلب پاکی که داشتی تبرئه میشد. من آزادم. و تو جبار خسیس، به جرم این همه جنایات غیر انسانی و اعمال ظالمانه‌ای که مرتکب شده ای، باید هزاران سال مانند سگ در میان شعله های آتش دوزخ بسوزی. فهمیدی؟ مانند سگ، مانند سگ. باید جبار چرا سگ شدی؟ باید برسنه باید جبار دونم چرا سگ شدی؟ میخواستی بلبل شی؟ این چه وضعیه؟ من جواب زنه به چه تو چی بدم؟ آج جبار، آج جبار، آج نمیدونم این چه خواب رو دیدم. آقا جون چتونه؟ چیزی نیست. برو یه خدا آب جوش بیار، بسید حالش خوب نیست. خدایا مردم، خدایا خودت کمک کن. چی شده پروین؟ هیچی، حالش خوب نیست. الان حالش خوب میشه. حاجی جون، حاجی ایدر اومده، پول آورده، بیاد تو. حاجی ایدر کیه؟ خواستگار پروین اومده، بگو بیاد. بله. بگو بیاد. با حاجی ایدر چی کار داری؟ من میرم پروی. من طاقت دیدن این مسخره بازی رو ندارم. رفتم. صبر داشته باش حمید خان. ببینیم چی تو میشه. بفرمایید. سلام آت آقا. چته؟ خدا بد نده. پول آوردی؟ چقدره؟ همونقدر که تمام کردی دیگه.
بفرما. 28 هزار تومن. 28 هزار تومن برای دختر من؟ بله، تا برای دختر تو. پدر ایش بسوزد، بسوزد که پدر من دا سوزن. 28 هزار تومن دادم برای اینکه خاطر خاطر شدم پدرم در آمد. 28 هزار تومن. بله. 28 هزار تومن خیلی کمی. دختر به این جوانی قشنگی 28 هزار تومن. آقا سال الله اتیر نزن، تاجی محتبر زیر گوش نمیزنی. حرف نزنم، با خون با های دخترم میخوای دهن منو ببندید؟ با این پولهایی که به خاطرش به مردم بیچاره ظلمی کردم، با این پولهایی که خدا را از یاد من برده بود، دیگه نمیخوام بر این پولهای لعنتی را بخورم. بله، من سعادت دخترم رو با پول نمیفروشم، نمیخوام. بیا بگیر این پولهات رو. عجب مردکت دیوانه شدی؟ نه، دیوانه نشدم، تازه عاقل شدم. دیگه نمیخوام روی نست را ببینم. ابرامی مرد کرده بیرونش کن. چش حاج آقا، ابرامی لذش بیرون. را بیا فینم تاپو، را بیا، برا بیرون آقا. نوه چشمی برا میخواستی بخری، آگی برا فوز میدی جده. برا بیرون، آکلک گرفته مردی که اخبه. حاجه داری میزنی اخبه؟ برا بیرون. دختر عزیزم، بیا جلو، پدر گناهکارتو ببخش. پول چشمای منو کور کرده بود. بیا بیا حمید، پروین مال توست. میخوام شما خوشبخت بشید. برید سعادتمند بشید. فرزندم بیا جلو. آقل فرزندم، به تو هم بد کردم، تو هم باید خوشبخت باشی. منو ببخش، نذاشتم تحصیل کنی. احمد کجاست؟ برادر بیچارت پیدا کن، به او کمک کن. او میخواد دکتر بشه، بذارین تحصیل کنه، با آرزوش برسه، به مملکت خدمت کنه. 5000 تومن به سلزدوان کمک کنید. 100000 تومن به پرورشگاه ها بدید. چند خانه برای مستجرینی که از خانهاشون بیرون کردن بسازید. 50000 تومن به شیر خورشید بدید. برای من نماز روزه بخرید. بیچارگان را کمک کنید. یک مش از باغ مانده را هم مادرتون بسپارید. بابه به پای من خیلی زحمت کشیده. باغ مانده را هم مطابق قانون شهر ما بین خودتون تقسیم کنید. ابرام بیا جلو. ابرام، ابرام، کم مونده بود که تو رو فراموش کنم. حجره منم با تمام اساسیش مال تو. از بچگی تو این حجره زحمت کشیدی. بیا بیا، اینم کلید حجره. حاج آقا به خدا ما راضی نیستیم یه مو از سر شما کم بشه. من نمیدونم چطور شد ناغافل شما عوض شدین دو محبتتون به دل همه ما نشست. ابراهام، من دیگه دارم میمیرم. همه تون خوشبخت.